کنفرانس در مقر حزب رادیکال ایتالیا، حمایت از اعتصاب غذای جهانی و فراخوان مشترک به اقدام بین المللی برای آزادی گروگانهای اشرفی از سوی حزب رادیکال و انجمنهای مدافع حقوق بشر. ایتالیا، خبرگزاری کرونوس. فراخوان به وزیر خارجه بونینو جهت اقدام برای آزادی 7 گروگان ایرانی که توسط نیروهای مسلح عراقی در اول سپتامبر در حمله به کمپ اشرف دستگیر و زندانی شدند. بیش از 40 پارلمانتر ایتالیا و وزیر خارجه قبلی ترتزی همراه با شخصیت‌های بین‌المللی از سایر کشورها به فراخوان برای آزادی گروگان‌ها پیوستند. روم، 25 اکتبر 2013، خبرگزاری کرونوس. در یک کنفرانس مطبوعاتی که در مقر حزب رادیکال ایتالیا برگزار شد، شماری از اعضای این حزب و اعضای انجمن به قابل دست نزنید و همچنین انجمن بدون عدالت صلح وجود ندارد، از فراخوان شورای ملی مقاومت ایران برای آزادی 7 گروگان که 6 تن از آنها زن هستند حمایت کردند. این 7 نفر در تهاجم مسلحانه علیه کمپ اشرف که در اول سپتامبر توسط نیروهای مسلح عراقی صورت گرفت دستگیر شدند. در این عملیات 52 تن به طور دست جمعی با شلیک یک گلوله بر سرشان اعدام شدند. بر اساس آخرین اخباری که رسیده، این 7 تن در زندانی در منطقه فرودگاه بغداد به سر می‌برند و به طور جدی جان آنها در خطر می‌باشد. طی بیانیه منتشر شده، این خطر وجود دارد که آنها را به رژیم ایران مسترد کنند که در این صورت زیر شکنجه‌های وحشیانه و در معرض اعدام قرار خواهند گرفت. برای آزادی آنها، سازمان‌ها و انجمن‌ها و شخصیت‌های مختلفی دست به فعالیت زدند که از جمله عبارتند از کمیسر عالی حقوق بشر خانم پیلای، برنارد کوشنر، آندره گلوکسمن، رابرت بدنتر، خوزه لوئیس زاپاترو، اینگرید بتانکور، سناتور رابرت توریسلی و فرماندار بیل ریچاردسون از آمریکا. بیش از 40 تن از پارلمانترهای ایتالیایی و وزیر خارجه قبلی ایتالیا جولیو ترتزی به این شخصیت‌ها پیوستند. در همین رابطه اعضا و هواداران مقاومت ایران در عراق، ژنو، لندن، اتاوا، برلین و ملبورن دست به یک اقدام صلح‌آمیز اعتصاب غذا زدند که از اول سپتامبر 2013 تا کنون همچنان ادامه دارد. در یک کنفرانس مطبوعاتی که روز جمعه 25 اکتبر 2013 در دفتر حزب رادیکال ایتالیا در شهر روم برای فراخوان به اقدام بین المللی جهت آزادی 7 گروگان اشرفی و تضمین امنیت و حفاظت مجاهدان لیبرتی برگزار شد، اعضای برجسته حزب رادیکال خانم الیزابتا زامپاروتی و سناتور مارکو پردوکا، دبیر کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان دکتر آنتونیو استانگو، رئیس انجمن صلح بدون عدالت وجود ندارد خانم آنتونلا کازو و همچنین اعضای شورای ملی مقاومت ایران آقای رضا اولیا و خانم فریده کریمی شرکت داشتند و سخنانی ایراد کردند. دکتر آنتونیو استانگو گفت در حال حاضر بیش از 3000 نفر از اعضای مقاومت ایران در لیبرتی هستند که امنیت و حفاظت آنها یک ضرورت فوری است. من عضو آخرین هیئتی بودم که از اشرف و این رزمندگان دیدار کردیم. در حمله اول سپتامبر 52 نفر از آنها در اشرف کشته شدند. وی به بیعملی آمریکا و سازمان ملل انتقاد کرد و گفت
این در حالی است که هر دوی آنها متحد شده بودند از اشرفی ها حفاظت کنند. در این حمله هولناک 7 نفر از آنها روبوده شدند. آنتونیو استانگو افزود در حال حاضر صدها ایرانی از کمپ لیبرتی گرفته تا 4 قاره جهان دست به اعتصاب غذا زدند و به مبارزه صلح‌آمیزشان ادامه می دهند. و هیئتی از ما از اعتصاب غذا کنندگان در ژنو دیدار کرده است. الیزابتا زامپاروتی از جانب حزب رادیکال اظهار داشت حزب ما کاملا موافق است که ماه نوامبر را که ماه مبارزه علیه خشونت علیه زنان است به کارزار آزادی گروگان‌های اشرفی که 6 نفر آنها زن هستند اختصاص بدهیم. من یادآوری می‌کنم اشرفی‌ها از جمله 52 تن که اعدام شدند و 7 تن که به گروگان گرفته شدند افراد حفاظت شده هستند. الیزابتا زامپاروتی افسود این جنایت به دست دولت عراق صورت گرفت که کاملا دست نشانده رژیم ایران است. من امیدوارم فراخوانی که بیش از 50 نماینده پارلمان و 40 انجمن حقوق بشری آن را امضا کرده اند بتواند باعث آزادی این گروگان ها بشود. همچنین سازمان ملل با استقرار دائم کلاه آبی ها حفاظت اشرفی ها در لیبرتی را تضمین کند. آنتونلا کاسو از انجمن صلح بدون عدالت وجود ندارد گفت انجمن ما دقیقاً با توجه به اساسنامه‌اش در کنار سازمان مجاهدین ایستاده است. حزب رادیکال از همان ابتدا مخالف جنگ در عراق بود و این اوضاع امروزی کاملاً قابل پیش بینی بود. ما تا به امروز نمی‌دانیم در عراق چه می‌گذرد. انجمن ما در مورد حقوق زنان بسیار فعال است و از این زاویه نیز حساسیت ویژه‌ای در مورد آزادی این گروگان‌ها که 6 نفر آنها زن هستند وجود دارد. سناتور مارکو پردوکا اظهار داشت با توجه به مجموع جنایاتی که در عراق رخ می‌دهد و با توجه به افزایش بی سابقه اعدام در عراق این یک حکومت دموکراتیک نیست و کشورهای غربی نباید این واقعیت را بپوشانند. رفتار حکومت عراق در کشتار اشرف کاملا ماهیت آنها را به معرض نمایش می‌گذارد. غرب نمی‌تواند به سکوت و بی‌عملی در این زمینه ادامه بدهد. آمریکا می‌بایست به تعهداتش عمل کند. رضا اولیا هنرمند و مجسمه‌ساز عضو شورای ملی مقاومت در سخنان خود گفت در حمله جنایتکاران به اشرف دوستان نزدیک ما و افراد مقاومت به طور وحشیانه اعدام شدند و بی عملی بین المللی در قبال این جنایت بزرگ شرم‌آور است. دولت‌های غربی از گشایش و میانه روی روحانی دم می‌زنند و فراموش می‌کنند که این عنصر امنیتی برای حقوق مردم ایران کمترین ارزشی قائل نیست. او کسی است که دانشجویان معترض در ایران را تهدید کرد که آنها را تکه تکه خواهد کرد. رضا اولیا افسود هموطنان ما در سراسر جهان برای آزادی گروگان‌ها و تأمین حفاظت مجاهدین در لیبرتی دست به اعتصاب غذا زدند. ما خواهان اقدام فوری ایتالیا و جامعه بین المللی برای آزادی 7 گروگان اشرفی هستیم. فریده کریمی عضو شورای ملی مقاومت ایران نیز خاطر نشان کرد من امروز اومدم اینجا به طور خاص از دولت ایتالیا و شخص خانم مبانیلوی درخواست بکنم. این انتخابم بی‌دلیل نکردم بنابر گذشته ای که وجود داشته. بنابر این خانم مبانیلو میتونه در این رابطه این ابتکار رو به دست بگیره با کمک دولت ایتالیا که به طور خاص آزادی 7 نفر رو در دست بگیرن و یک بسیج کشوری انجام بشه. تا این لحظه 40 انجمن حقوق بشری و بیش از 50 نماینده پارلمان این رو درخواست کردن. ولی من درخواست میکنم که همه انجمنها و دولت ایتالیا به این موضوع حساس بشن و به عنوان یک پروژه جدی به دست بگیرن. ضمن تشکر از انجمن به قابل دست نزنید از اونها مورد اصلا درخواست انجام بدم.